سلام و عرض ادب خدمت شما هنرجویان گرامی. با دوره آموزش آبرنگ در خدمت شما هستم. قبل از هر چیز خودم رو معرفی می‌کنم. من حمید شیخی هستم، نقاش، طراح و گرافیست. در حدود 15 ساله که به طور رسمی نقاشی می‌کنم و در فعالیت‌های هنری هستم. در بیشتر سبک‌های هنری فعالیت کردم، مثل رئالیسم، سورئالیسم، اکسپرسیونیسم، امپرسیونیسم و سبک انتزاعی و آبستره. همچنین تکنیک‌های زیادی از نقاشی رو تجربه کردم، مثل سیاه قلم، آب مرکب، آبرنگ، اکریلیک و کلاژ. نمایشگاه‌های زیادی چه انفرادی و گروهی در داخل و خارج کشور برگزار کردم. در این دوره میخوام به شما آموزش بدم که با آبرنگ چطور میشه نقاشی کرد. وقتی که ما اسم آبرنگ رو میاریم، بیشتر ما اون ذهنیتی که از آبرنگ داریم مربوط میشه به دوران بچگیمون، که یک آبرنگ های 6 رنگ یا 12 رنگ که به صورت قرص های دایره‌ای بود داشتیم و با اون نقاشی میکردیم روی کاغذ، که معمولاً هم کاغذمون جمع میشد و زیاد تجربه خوشایندی از آبرنگ معمولاً نداریم. ولی اینجا من به شما آموزش میدم که چطوری میتونیم با آبرنگ و آبرنگ‌های حرفه‌ای نقاشی‌هایی خلق بکنیم که روح و لطافت خاصی دارن. و یکی از دلایل این که من خیلی به سمت آبرنگ جذب شدم همین روح و لطافت آبرنگ بود و حس و زیبایی بود که در نقاشی‌های آبرنگ مشاهده می‌کردم. یکی از علت‌های زیبایی و لطافت آبرنگ درخشندگی اون هست. در آبرنگ ما از درخشندگی و سفیدی مقوا و کاغذمون بهره میگیریم و سپس لایه ها را به صورت به ترتیب تیره شدن روی اون قرار میدیم. در آبرنگ ما از افکت ها و تکنیک های خاصی استفاده میکنیم که بتونیم طبیعت رو به روی تابلوی نقاشیمون بیاریم. این افکت ها و تکنیک ها رو شما در هیچ کدوم از تکنیک های دیگه نقاشی نمیتونید ببینید و خاص آبرنگ هست و در این ویدئوی آموزشی من اونها رو مرحله به مرحله برای شما توضیح میدم. قبل از هر کاری ما باید ببینیم که برای کشیدن یک تابلوی آبرنگ به چه ابزارها و لوازمی نیاز داریم. در ابتدا من این ابزارها و لوازم رو برای شما نام میبرم تا قبل از هر کاری اونها رو تهیه کنید و در آموزش با من همگام باشید. بریم که آموزش رو شروع بکنیم. اولین و مهمترین ابزار برای اینکه ما بتونیم یک کار آبرنگ رو شروع بکنیم خود رنگ های آبرنگ هستند. این رنگ ها که از صمغ عربی و رنگدانه های آبرنگ تشکیل شدن، هم به صورت قرصی و هم به صورت تیوبی در بازار موجود می باشن. انواع قرصی اون خیلی متداول تر هستن، چرا که حمل و نقل اونها راحت تر و سریع تر هست و فضای کمتری رو اشغال می کنن. یک آبرنگ قرصی با مارک سن پترزبورگ من اینجا برای شما دارم. به این صورت هست آبرنگ های قرصی
که در اندازه های 6 رنگ، 12 رنگ، 24 رنگ، 36 رنگ و 48 رنگ در بازار موجوده که از پالت های خود این آب رنگ هم میتونید برای ترکیب رنگ هاتون استفاده بکنید. قرص های اون هم به این شکل هست که بعد از تموم شدن میتونید قرص های جدید بخرید و جایگزین بکنید. یکی دیگر از انواع آبرنگ که نام بردیم آبرنگ تیوبی هست. این آبرنگ ها که به این شکل می باشن در تکنیک های خاصی کاربرد دارن و همچنین برخی از نقاشان آبرنگ از این نوع آبرنگ استفاده و بهره می برن. این که از کدوم نوع آبرنگ ما استفاده بکنیم خیلی برمیگرده به نقاش و سلیقه‌ای هست. خیلی از نقاشان عادت دارن که برای کارهاشون از آبرنگ های تیوبی استفاده کنن، چرا که به اونها قدرت عمل بیشتری میده و شدت رنگ بیشتری داره، ولی برخی از نقاشان هم ترجیح میدن که با همون آبرنگ های قرصی کار بکنن. خب حالا این سوال پیش میاد که ما چه برندی از آبرنگ رو برای ابتدای کار نیاز داریم و باید تهیه بکنیم. وقتی که برای خرید آبرنگ به مغازه لوازم و تحریر مراجعه میکنید میتونید مارک های خیلی متنوعی در اونجا مشاهده بکنید. برای شروع کار میتونید از یک آبرنگ قرصی و آبرنگ حرفه‌ای استفاده بکنید. دلیل اینکه از آبرنگ حرفه‌ای استفاده می‌کنیم این هست که آبرنگ‌های حرفه‌ای در مقابل آبرنگ‌های استیودنت یا مبتدی غلظت بالاتری دارند و رنگ‌های پررنگ‌تر و شفاف‌تری رو به ما ارائه میدن و باعث میشن که کار ما خیلی جلوه بهتری داشته باشه. برای همین توصیه من این هست که حتی برای شروع کار هم از آبرنگ های حرفه‌ای استفاده بکنیم. آبرنگ سن پترزبورگ هم قیمت مناسب و به صرفه‌ای داره و هم در ایران خیلی استفاده از اون متداول هست. از مدل های دیگه آبرنگ و برند های دیگه میشه برند معروف وینزور رو نام برد که یکی از قدیمی ترین ها در زمینه ساخت رنگ برای آبرنگ هست و نوع پروفشنال اون هم خیلی رنگ های شفاف و با غلظت بالایی به ما ارائه میده. از مارک های دیگه میشه برند اشمینک، برند ونگوگ، برند هالبین، برند PWC یا شینهان که کره‌ای هست و نام برد که بر اساس سلیقه‌تون و تجربه‌تون میتونید از هر کدوم از این رنگ ها بهره کافی رو ببرید. دومین ابزار مهم در نقاشی آبرنگ مقوا یا کاغذ آبرنگ هست. قبل از هر چیز باید این رو بهتون بگم که مقواهای آبرنگ در انواع مختلف و بافت‌های مختلف به فروش میرسن. بهترین مقواهایی که میتونید برای آبرنگ استفاده بکنید مقواهای 100% کتان هستند که من نمونهش رو به شما نشون میدم اگر که دوربین میتونه بگیره. با بافت های خشن یا راف و بافت کولد پرس و هات پرس در بازار موجود هستن و هنگامی که برای تهیه مقوا مغازه میرید
باید بگید که حتما مقوایی بهتون بدن که برای کار با آبرنگ مناسب باشه، یعنی مقوای 100% کتان بگیرید. میتونید از بلوک های مقوایی آبرنگ نیز استفاده کنید که من یک نمونه اینجا دارم. این بلوک ها به صورت دفترچه های با مقوای 100% کتان به فروش میرسن. این برند برند هانموله یا خروس نشان هست، اگر که ببینید در تصویر، یکی از برندهای معروف مقوا و مقوای آبرنگ هست. برندهای دیگه ای که میتونم در مقوای آبرنگ بهتون معرفی بکنم، یکی از برندهای معروف به نام آرچ هست که به کاغذ آرچ معروفه. بعد برند فابریانو هست که در تولید لوازم هنری بسیار معروف هست. همچنین میتونید از برند واترکالریست که یک برند ایرانی هست برای کار با آبرنگ استفاده بکنید. نکته مهمی که باید در نظر بگیرید این هست که مقواتون حتما 100% کتان باشه، چون که در کار چروک نشه و بتونه اون زیبایی آبرنگ رو به مخاطب نشون بده. ابزار دیگری که هم برای کشیدن آبرنگ و هر نوع نقاشی دیگری کاربرد داره قلم‌مو هست که تشکیل شده از بخش دسته و قسمت مو که بر اساس کاربردهای اونها انواع مختلفی دارن. در آبرنگ ما از قلم‌موهای تخت پهن مثل این قلم‌مو با نمره‌های 2، 4، 6 و نهایتاً 8 استفاده می‌کنیم که برای کشیدن سطوح بزرگ و رنگ‌آمیزی یک نواخت و همچنین کشیدن آب و مرطوب کردن مقوا از این قلم‌مو استفاده می‌کنیم. نوع دیگری از قلم‌مو که در آبرنگ استفاده زیادی داره قلم‌موی گرد و نوک‌تیز هست. این نوع قلم‌موها به خاطر نوع موهاشون آب و رنگ زیادی رو در خودشون حفظ می‌کنن و برای آبرنگ خیلی مناسب هستند که می‌تونیم از شماره‌های 10، 5 و یا شماره‌های 0، 1، 2 و 3 برای جزئیات استفاده بکنیم. همچنین در آبرنگ می‌تونیم از قلم‌موها با موهای طبیعی استفاده بکنیم که با توجه به اینکه رنگ و آب بیشتری رو در خودشون حفظ می‌کنن برای کشیدن سطوح بزرگتر خیلی مناسب هستن. قلم‌موهای دیگری نیز در آبرنگ کاربرد دارن، اما چون کاربرد اونها خیلی کمتر و اختصاصی تر هست خیلی از آبرنگ کارها از اونها استفاده نمی کنن. از انواع این قلم‌موها میتونیم قلم‌موی تخت با موهای نرم مثل این قلم‌مو و قلم‌موی ریگر که برای کشیدن شاخه ها کاربرد داره و قلم‌موهای با نمره‌های پایین مثل 0، 1 و 2 و 3
برای کشیدن جزئیات استفاده بکنیم. ابزارهای دیگری که برای نقاشی آبرنگ لازم داریم، یک لیوان آب هست، سطح شیبدار مثل این سطح که میتونید از میزهای مخصوص سطح شیبدار و یا تخت شاسی استفاده بکنید، چسب کاغذی برای محکم کردن مقوا روی تخت شاسی، چسب میزگیت، اسپری آب، کاتر، دستمال کاغذی یا حوله‌ای، و مسواک هست که موارد آخر رو در افکت ها و تکنیک های خاص از اونها استفاده می کنن که هر کدوم رو در بخش خودش توضیح خواهم داد. خب، بخش اول از دوره آموزش آبرنگ به پایان رسید. در این قسمت شما باید لوازم مورد نیاز برای نقاشی آبرنگ رو تهیه کنید و با من همگام بشید تا در ویدئوی بعدی به شما رنگ شناسی و استفاده از رنگ ها رو توضیح بدم.